به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت یکایک فعالان اقتصادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه سوالی رو خیلی از ما میپرسن، این که من میترسم باید چی کار کنم و داستان ورود به تجارت برای من ترسناکه، یا حتی بعضی هستن که میگن ما رو چه به تجارت. خوب دقت کنید، اگر میخواید پولدار بشید، اگر میخواید زندگی خوبی داشته باشید و زندگیتون هم وابسته به پول، اینکه درآمدهای خوبی داشته باشید، تنها مسیری که وجود داره تجارته. تجارت یعنی خرید و فروش. حالا سوال اینجاست که شما از چی میترسی؟ ترساتون رو مشخص کنید. خیلی ها میگن من میترسم از این که مثلا نتونم به مشتری ها پاسخ بدم، پاسخگوی اونها باشم. خیلی ها میگن چون تخصص ندارم میترسم. خیلی ها میگن اگر از من نخره میترسم. خیلی ها میگن سرمایه‌مو از دست بدم میترسم. همه اینها ترس هاییه که در دل افراد وجود داره، به خصوص افرادی که تا به حال کار تجاری انجام ندادن و ناشناخته است. ترس از عدم شناخت میاد. وقتی شما نسبت به یک ماجرایی شناختی نداشته باشی میترسی. اگر یادتون باشه خیلی از بچه‌ها از فضای تاریک میترسن، از محیط‌های تاریک میترسن و میگن که آقا ما تو خونه خودمون هم هستیم میترسیم. شاید خیلی از بزرگترها هم همین اتفاق براشون افتاده باشه. دلیل اصلی اینه که باید مشخص کنید مثلا از چی میترسم. تاریکی مثلا در یک فضای ناشناخته است. بله، حتی با وجودی که من خونه خودم رو میشناسم، اما وقتی تاریک میشه دیگه خوب نمیتونم ببینم، ترسناکه. از این جهت ترسناکه بعضن که احساس میکنم کس دیگه ای احتمال داره در همین فضای شناخته شده من نفوذ پیدا کنه و وجود داشته باشه و من ازش بی اطلاع باشم. اما اگر لامپا رو روشن کنیم میبینیم که دیگه اون فضا ترسناک نیست، چرا که چشمای ما میتونه قشنگ ببینه. تجارت هم دقیقا همینه. افرادی که تا به حال کارهای تجاری انجام ندادن میترسن. دلیل ترس پس فهمیدم عدم شناخت هست، چون نمیشناسم. اما اگر ما بتونیم مسیری رو ایجاد کنیم که همه اون ترس ها رو کنار بذاریم، خیلی راحت تر میشه گام گذاشت. ترس هایی دارم سر این که من سرمایه ما دست بدم، سر این که موفق نشم، آبروم جلو بقیه بره. خب نکته اول، آیا بقیه هر کاری انجام میدن میان به شما میگن؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخوام بیام وارد عرصه‌ای بشم که اگر اشتباه کنم همه قرار منو سرزنش کنن. خب سوال، به این افراد اصلا اطلاع ندید که قرار هست چی کار کنید. چرا؟ چون اینها دوست شما نیستن، دشمن شما هستن، اما شما میخوای اینا رو دوست برای خودت فرض کنی. این اشتباه بزرگیه که شما افرادی که دشمنت هستن از نابودی شما خوشحال میشن و اصلا تلاش نمیکنن تا شما رشد کنی، با اینها داری گفتگو میکنی، صحبت میکنی تا اینکه مثلا موفق بشم یا نشم. حالا به فرض موفق نشی در مسیری که وارد شدی، آیا وارد نشی راهی باز وجود داره برای موفقیت؟ اینو اول به خودت بگو. میگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. دیگه وقتی من مشکل مالی دارم و دردم درمان نمیشه، حالا بقیه هر چی میخوام بذار بگن، فایده ای نداره. چه اونها خوب بگن چه بد بگن، اتفاقی نمیافته. پس اینو بفهمید، اگر میگی من موفق نشم آبرو میره، خب الان مثلا آبرو داری؟ الان چه آبرویی داری وقتی نمیتونی زندگی خودتو نجات بدی، زندگی زن و بچه خودتو نجات بدی، زندگی دیگران و پدر و مادر و خانواده خودتو نجات بدی؟ از چی داریم صحبت میکنیم؟ پس یه سری توهم ها داریم که فکر میکنیم الان خیلی آدم های آبرومندی هستیم. نه عزیز من، اول از همه با خودت ببند، بگو من به جایی نرسیدم، چه باشم در این عالم چه نباشم، آیا تاثیرگذار هست؟ بله، خیلی هستن که میگن ما تاثیر داریم در زندگی خیلی، اگر ما نباشیم زندگی خیلی ها به مشکل میخوره. میگم آفرین. اما بسیاری از افراد هستن وقتی باشون صحبت میکنم میگم تاثیرگذار نیستید شما اصلا، چه باشید چه نباشید، در زندگی دیگران هیچ نقش و تأثیری نداری. پس این افراد اصلا صحبت از آبرو این حرفا نکنن، اینا بیچاره بازی های نفسانیه که هر کس برای خودش میسازه. اما شمایی که از همین مسائل میترسی، خب ریسکاتو بیار پایین. یعنی میگه بلد نیستم، خب آموزش ببین. آموزشا که رایگانه. میگه من سرمایه ندارم، میگم رایگان آموزش ببین. این نکته اول. میگه من تجربه کسب نکردم، میگم با حداقل ها تجربه کسب کن. میگه من بلد نیستم، میگم باز هم حتی مشاورها هستن، هم آموزش ها هست، همه چی رو به شما خواهند داد. میگی من مثلا تامین کننده ندارم، با کارخونه آشنا نیستم، میگم باز هم مشاوره کمکت میکنن که به تو محصولات مختلفی که در شهر شما حتی تولید میشه معرفی کنن. دیگه چه بهونه‌ای وجود داره جز تنبلی، جز اینکه نمیخوای، نفسانی نمیخوای کار کنی، میخوای تو همین شرایط بمونی و بعد
تقصیر رو بندازی گردن مسئولین، میگی مسئولین فلانن، کشور به درد نمیخوره، فلانه فلانه فلانه، اینا گیرای خودته. تو حتی نمیتونی زندگی خودت رو نجات بدی، چطور انتظار داری که یک مسئول بیاد زندگی تو رو نجات بده؟ اول خودت به خودت فکر نمیکنی، خودت داری زندگی خودت رو با دستهای خودت، با تفکر خودت نابود میکنی، بعد توقع داری دیگران بیان کاری بکنن؟ خب عزیز من، بیا اول مشخص کن خودت برای خودت چیکار کردی و بعد بخوای هی حالا دنبال مقصر بگردی، کی تقصیر داره کی نداره. این حرفا رو بذاری کنار، این ترس های الکی و بیخود رو بذاریم کنار. یعنی شما هر ترسی داری بیا مطرحش کن، از مشاور بپرس تا مشاور راهنماییت کنه که آقا این ترس تو به این دلیل عدم شناخت نسبت به این ماجرا، و بیا با بشناس. وقتی بشناسی، یعنی همین آدم‌های ترسو وقتی شناخت پیدا می‌کنن نسبت به یه ماجرا، دیگه خیلی شاخ میشن و خیلی ادعان که ما از اول خودمون بودیم که میدونستیم، ما خودمون خود ساخته بودیم. ترساتون رو بذارید کنار، هر جا نیاز به کمک بود از مشاور استفاده کنید، کمک بگیرید تا انشالله شما راهنمایی کنن و بتونید در این مسیر گام بردارید. با خودت ببند که من راهی جز موفقیت ندارم و تنها راهی که وجود داره برای اینکه درآمدم خوب بشه اینه که من صادرات کنم، اینه که من وارد عرصه تجارت بشم. حرفا رو جدی بگیرید. دوستتون دارم. تا آموزش های دیگه شما رو به خدا میسپارم. یا علیروز بر شما خوش.